و همکنون خانم شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل در سال 2003 از لندن به برنامه ما پیوستن. با سلام به شما خانم عبادی. می‌خواستم بپرسم، حتما شما شنیدین که برخلاف همیشه گزارشگر ویژه امروز گفته که همکاری ایران بهتر شده. به نظر شما چه چیزی باعث این مسئله شده؟ آیا فشار بین المللی بوده، انتخابات ایران بوده یا دلیل دیگری؟ با سلام شما و همه هموطنان عزیزم، باید بگم که فشارهای بین المللی بسیار موثره. اگر دولت ایران تصور بکنه و به این واقعیت برسه که جهان او را نگاه میکنه، وضعیت بسیار بدتر میشه و اساسا فلسفه گذاشتن گزارشگر حقوق بشر هم به همین دلیله. همچنین مسئله انتخابات و رقابت های جناح‌های مختلف سیاسی میشه در این زمینه ارزیابی باشه. و در این حال باید بگم که آنچه که خانم جهانگیر اشاره میکنه بیشتر ناظر به پاسخگویی دولت ایرانه. یعنی قبلا، سالهای قبل، حتی به گزارشگر جواب هم نمیدادند و نه تنها جواب نمیدادند، بلکه انواع اقسام تهمتها و بدبیرا هم بهش میگفتند. امسال سالیست که دولت ایران خودش موظف به پاسخگویی میداند، اما نتیجه عملی آیا واقعا به نفع مردم شده؟ تغییراتی که صورت گرفته بسیار اندکه، هرچند که جای امید داره، ولیکن تا بهبود شرایط، تا حدی که احتیاج به گزارشگر و مبصر بین‌المللی نداشته باشیم، فرسنگ‌ها فاصله داره. خانم عبادی، گزارشگر سازمان ملل تدوین حقوق مدنی رو، منشور حقوق مدنی رو گام مثبت دونسته، اما همطوری که خانم جهانگیر هم اشاره کرده هنوز به مورد اجرا خب در نیامده. آیا این مسئله هم میتونه دستخوش اختلافات سیاسی شده باشه؟ هم دستخوش اختلافات سیاسیه و همینکه اصولا در قوه مجریه و سایر نهادهای مسئول، من اراده جدی برای رعایت حقوق شهروندی نمیبینم. حقوق شهروندی یک معجزه جدید آقای روحانی نیست، یک مسئله تازه هم نیست. دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی پیوسته و منشور حقوق شهروندی چیزی بالاتر و قرارتر از تعهد بین‌المللی دولت ایران نیست. دولت ایران سال هاست که به تعهدات خودش انجام نمیده و به اونها بی‌اعتناست. در زمان آقای روحانی هم این مسئله فرقی نکرده، فقط منشور حقوق شهروندی رو تصویب کردن بدون که اجرا بشه و شاید هدفش در حقیقت این بوده که به مردم بگوید که بله، حداقل روی کاغذ ما احترام میذاریم و قرار شما باشد در با تشکر از خانم شیرین عبادی که از لندن با ما بودند. متشکرم خانم عبادی.